منظور این هست که یعنی اینها میدونن با این روش الان با وجود اینترنت، ببینید اصلا یکم خوب به قضیه نگاه کنیم، قضیه رو باز کنیم، این جوانها با ارتباط با به جهان خارج از ایران به وسیله اینترنت، به وسیله حالا اون ابزارهایی که دارن، دیدن مردم آزاد رو، زندگی آزاد رو، شغل آزاد یعنی اقتصاد آزاد رو، اینها رو دیدن و دیگه نمیشه، کسی که فهمید یک چیزی رو فهمید نمیشه سویچ زد اینو آندو کرد برگردون به اون دوران نفهمیش. اینها فهمیدن و دیگه سخت اینها رو قانع کرد. آره ولی فهمیدن کافی نیست، فهمیدن کافی نیست. شما مردم هر چقدر هم فهمیده باشند به من توضیح بدین که این چرا در چجوری به جمهوری اسلامی زور خواهد کرد که بکشه کنار. دارن انجام میدن دیگه. خب یک شبه که اتفاق نمیفته که. من نگفتم، نه من سوالم این نبود که قراره یک شبه اتفاق بیفته یا هزار شبه، خب یا ده هزار شبه. من گفتم چجوری فهمیدن مردم باعث سقوط نظام خواهد شد. ببینید این از همین خیزش محل محور شما میتونید یک نظام مثل چه بسا بدتر از نمیدونم شوروی و این جمهوری اسلامی و کره شمالی رو بر بیاندازید. و این خواستن این به من بگو سناریوشو توضیح بده. من تو الان به من بگو. خب مردم اوکی. فهمیدن، خب خیلی اوکی. فهمیدن، خب الان به خاطر فهمیده بودنشون فکر کن مثلا چندین ماه گذشته و جمهوری اسلامی سقوط کرد. خب بین این دو تا مرحله چه اتفاقاتی افتاده که فهمیده بودن مردم به من توضیح بده که باعث سقوط نظام شد؟ اومد میخوای من اینجا اشاره کنم؟ آره سیاوش شما بفرم. آره ببین آرمین عزیز، در حقیقت ایدئولوژی ها فروشنده یک کالا هست. وقتی که شما آگاهی پیدا میکنین در حقیقت خریدار اون کالا نیست. وقتی که عرضه با تقاضا جور در نیاد خود به خود اون فروشنده شکست میخوره، خود به خود شکست میخوره. یعنی خب برای من نه ببین به من دقیق تر توضیح بده. خب خود اصلا الان اخبار ببین مثلا این اتفاقاتی که میفته احتمالا تو اخبار برای توضیح میدن که مثلا تیتراش در میاد. خب مردم فهمیده شدن ایدئولوژی جمهوری اسلامی برایش مشتری کمه، خب عرضه و تقاضا افتاده خورده به هم. خب تیترایی که من تو اخبار دارم میخونم که یکی یکی که بالاخره منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه، تیترای اخباری رو برام بگو. یعنی مگر ایدئولوژیکلی نگو، نگو هر موقع که مردم اینجوری باشن نهایتا اینجوری میشه. خب یه مقدار دقیق تر بگو چه اتفاقاتی افتاده که جمهوری اسلامی سقوط کرده. ببین ما یه بحث داریم مثلا تحت عنوان تبلیغات برای چی اتفاق میفته، چرا اینقدر هزینه میکنن؟ این تیتر مثلا اخبار بود، مثلا تو مثلا اتفاق افتاده تیتر اخبارشو بگو. شما فلسفه‌ش اگه من بخوام موردی برای شما بگم که در حقیقت بعد یه توماری اضافه بکنم که مثلا فرض کن آموزش پرورشی که ببین عملیش به جای که فلسفه‌ش رو بگی عملا بگو که این فلسفه شما منجر به چی در خیابان‌ها خواهد شد. بگو مثلا به من بگو که مثلا مردم فهمیدن بله تقاضا برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی کمه، بعد من چه چیزی خواهم دید؟ خب که دقیقاً به خاطر این تو چه خیابون چه چیزی خواهم دید که باعث سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد؟ رو زمین جمهوری اسلامی. ببین اول شما بذارید که جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی رو داره معرفی میکنه. مثلا من یه آگاهی پیدا کردم، اجازه بده، من آگاهی پیدا کردم که برای ازدواج با همسرم نیازی به اون امضای یه آخوند مفندی نیست که بیاد بشینه اونجا برای من یک چهار تا کلمه عربی رو بگه. ببین اینجوری بخوای بری جلو یه دو سه ماهی طول میکشه که به جمهوری سقوط جمهوری. خب ببین الان تو فهمیدی برای ببین الان فهمیدی خب که برای ازدواجت احتیاج به یه امضای آخوند نداری. خب بعد این در نهایت باعث میشه که خامنه ای یا چه میدونم پسرش مشتبه بیاد بگه آقا ببخشید من غلط کردم پاشو بره کنار. الان بین این دو تا مرحله کلی مرحله بود که من اینا رو میخوام از اینکه ایدئولوژی براش تقاضا اومده پایین مرحلهشو فهمیدیم. حالا تو میخوای الان به چهار نوع مختلف این توضیح بدی،
اینو فهمیدم، این ایدئولوژی تقاضا کم شده دیگه، دمند براش نیست. باشه، بعدش چی شد که نظام سقوط کرد؟ الان من چند بار دیگه میخوای بگی الان تقاضا کم شده؟ نه یکیش ببین آرمین ببخشید سیاوش، یکیش همین چیزی که تو تایتل نوشتید، یکیش اونه. بعد فقط اونه یعنی چی یکیش اونه؟ در من نمیدونم، در نهایت مردم هر چقدر فهمیده بشن با فهمیدن که حل نمیتونن بدن، این حل آخری که قرار بدن جمهوری اسلامی رو. خب شلوغ نکن، بذار با هم بریم جلو. یکیش اینه، ولی قبل از اون میتونه اتفاقات های دیگه ای هم بیفته که اینجا ما در موردش بحث کردیم، مثلا گرفتن کلانتری ها، گرفتن پادگان ها، مسدود شدن راه های اصلی به اعتصابات دیگه. اینها همش خبره، اینها همش خبره. و یکیش از اون خبرهایی که ما خواهیم شنید و خوشحال خواهیم شد همینیه که تو تایتله. من فکر کنم شما دنبال این خبرهای جنجالی هستی که به هر حال مثلا آخر راه دیگه ای به غیر از این هست، یا باید منتظر باشی که یک نه دیگه. خب درست داری میگی که ما با هم اختلاف نداریم اینجا، که با هم اینجا اختلاف نداریم. اوکی اوکی،